و گرامی و تماشاگر مهربان افغانمون و تماشاگران که ملیت‌های دیگه هستن، زبان فارسی رو بلدن و نظارگر گپی خودمونی با ستاره دلدار هستن. دو سه تا موضوع، سه شات. اول بذارید من بحث رو ادامه خواهم داد، ولی قبل از که به بحث برسیم که ببینیم که اوضاع ایران چه خبرها رو هم در همین رابطه همه رو بهتون میدم و بعد خطا رو میگیرم، بذارید چند تا نامه من براتون ایمیل در من اومده من براتون بخونم. اولا یکی نوشته، یکی از دوستانمون آقای خانواده رهی نوشته: هلو مستر دلدار، I am writing to thank you for the nationalism and views as they are very close to mine. میگه خیلی ممنون از اینکه تو بسیار ملیگرا هستی و نظراتت خیلی نزدیک به نظرات منه. However, I would like to make one complaint. دلم میخواد که یک انتقاد ازت بکنم. We in the East Coast we're used to enjoy your program every night at 7 p.m. میگه ما در ایست کوست هستیم و معمولا ساعت هفته بعد از ظهر از برنامه لذت میبردیم میدیدیم. But recently it seems like there is no order to your program timing or it is moved to the very late at night slot and it is not practical for us to watch you. ولی که میگه اخیرا به نظر میرسی که دیگه سر وقت نیستی برنامه هات برامت ساعتش رو عوض کردی که برای ما خیلی دیر وقته و نمیتونیم برامت رو ببینیم در ایست. نشه I believe you either have to go back to your old schedule and repeat it later that night for the people in the west coast or repeat the program from the night before at 7 o'clock p.m. at the next day for us. میگه پیشنهاد بکنم که یا برگرد همون ساعت هفته بعد از ظهر برای ما برنامه بذار، هفته بعد از ظهر 4 بعد از ظهر به وقت خودمون کالیفرنیا، و شب ساعت 8 تشته نیمه شب برای کالیفرنیا تکرارش کن، یا برنامه که 8 نیمه شب به 3 شب داری پخش میکنی فردا ساعت 4 برای ما بذار. This is my suggestion anyway and I hope you go back to your old routine and regular time. امیدوارم که برگردی به همون وقت و به همون شکل چیز قبلیت. Thanks رهی، خانواده رهی که کمکم کردید، میدونم هیچ وقت یادم نمیره اسمایی که کمک کنم محال من یادم بره، از اون ممنون هستم. تقصیر این خانم من و بچه ها میاد، آقا تو زیاد داری پخش میشی و بنابراین من اومدن کمم کردن، ولی که چیز میکنم، من پشتیبانی خواستای شما همین کاری که شما گفتید میکنم، بعد از اون برنامه تکرار میکنم یا بعد از اون میام رو ار برای شما، یا سه روز برای شما رو ار میام، برای شب کالیفرنیا تکرار باشه، سه روزم برای کالیفرنیا میام یا دو روز زنده برای شما تکرار باشه که در واقع عدالت برقرار باشه. بعد یه ایمیل دیگه اومده از آقای رحمی، الکس رحمی، ایشون هم کمک کردن. آقای الکس رحمی هم اسمشون به نظرم خیلی خیلی آشناست، کمک کردن. میگه که مثل ستار دلدار، congratulations، تبریک میگم. The content and context of your programs are very informative and perfect. Your program are viewed by the everyone including government officials. میگه برنامه مسائل موضوعی که میگی خیلی آگاهی دهنده است، خیلی کامله و برنامه تو بررسی میشه از طرف افراد مختلف از جمله مقامات دولتی. خب نمیدونم حتی مقامات دولتی، خب طبیعتا فکر میکنم به هر حال برنامه ما رو مانیتور که میکنن، به هر حال میگه که مقامات دولتی برنامه تو رو ریویو میکنن و بعد میگه your heart is pure and your motives are high. میگه قلبت خیلی صافه، خیلی پاکه و موتیو یعنی اون اراده‌ای که داری، اون خواستت خیلی بالاست، اون چیزی که میخوای بهش برسی خیلی بالاست، ارادت خیلی بالاست، بهترینه، انگیزت خیلی بالاست. Your program are the best. برنامه تو بهترینه. Keep up your good work. به کار خوبت ادامه بده. You will support it financially and morally by your viewers and democracy loving Iranians living in USA. میگه که از طرف حمایت خواهی شو هم نظر اخلاقی هم نظر مالی توسط تماشاگرانت که عاشق دموکراسی در ایران هستن که در آمریکا زندگی میکنن. مرسی الکس جان. Thank you for your quality programs. گپی خودمانی. الکس
رحمی. مرسی الکس جان. چشم، ما دنبال کار هستیم که بتونیم که شما رو راضی کنیم. اما یک ایمیل از ایران برام اومده. این چندین و چندمین بار چنین ایمیلای میاد و اینو من برای شما میخونم. این همش گفتم این وابستگی به اراده شما داره، من اصلا کاری نمیتونم بکنم. خاطرت از دیروز یه آقای اومدن رو خط گفتم برنامه در ایران پخش بشه، گفتم یه چند دقیقه برنامه تو ایران از طرف صدای آمریکا پخش شد. چه استقبال عجیب غریب بود، خدا اصلا شاک شده بودم. امروز هم این ایمیل از ایران اومده، فارسی و خط انگلیسی نوشته. من یه دفعه بیشتر اینو نخوندم، اگه یه ذره توپخ زدم میبخشید. نشه ستار خانه دلدار عزیز، سلام آقا ستار، ایمیل شما رو تو google.com سرچ کردم تا پیدا کردم. من رضا 22 سلامه از تهران مزاحمت میشم. آقا ستار عزیز، همه تلویزیون های سیاسی جدیدن روی یوتلسات W2M اومدن. الان ما تیوی، چنل وان تیوی، کانال جدید، سیمای آزادی تیوی، رنگارنگ، بی بی سی فارسی و وایس آف امریکای فارسی رو ماهواره همین یورو تلستات W2M هستن و واقعا جای آپادانا تیوی توی این تلستات خالیه، خالی هست. آقا دلدار عزیز، من از چند نفر پرسیدم و فهمیدم پول این ماهواره نسبتاً ارزان و اگه شما یک همیاری بذاری میتونی آپادانا تیوی رو بیاری روی همین ساتلایت W2M. آقا دلدار، الان واقعاً نیاز هستش که صدا و تصویر آپادانا به ایران برسه. اگه تیوی شما بیاد روی ساتلایت W2M خیلی ها میتونند شما رو ببینن. وضع نصب این ساتلایت نمیخواد که یک دونه دیش دیگه بذاریم، رو همون دیش که باهاش هات برد میگیریم فقط یک LMB دیگه اضافه میکنیم. این ماهواره W2M رو میگیریم. جالبش اینجاست که وقتی روی هات برد پارازیته، ولی ما تیوی های سیاسی رو روی W2M صاف داریم، چون سیگنال خیلی پر قدرتی هستش. آقا دلدار عزیز، از شما واقعا توقع داریم یک همیاری بذارین و بعد آپادانا تیوی رو بذارین روی این ساتلایت W2M تا صدا و تصویر بیاد ایران. مرسی. خیلی خب، اینم یه ایمیلی که من البته تحقیق دارم میکنم که چون دیدم تلویزیونی که هستن بعضیشون کم پولن و رفتن این ساتلایت، معلومه پس بنابراین باز ارزون باشه اینطوری که هموطن. حالا من برایشون ایمیل کردم امروز ببینم چی هست، ولی که به هر حال اگر شما با این هموطنمون هم زبان هستید و واقعا مصمم هستید که این تلویزیون به ایران بره، این برنامه‌ها که من فکر میکنم نیازش مبرمه، نیازش مبرمه، بلکه حقیقتش اینه که باز پول همش بدید. من نمیخوام یه دردسر جدید برای خودم درست بکنم، من میخوام یه کاری باشه که من برسم به مطالعه، برسم به اینکه بتونم برنامه ها رو برای امروز ایران آمادهشون کنم، برنامه که معتقد هستم روزهای آینده جنبش شما بهش احتیاج داره. اینی که من حقیقتا از کاری در این زمینه، اگر میل دارید، چون نفعی برای من نداره که فکر کنید که نفع معنویه، که این مبارزات نفع شخصی نیست، نفع مالی من نیست، این هزینه‌ای داره که حالا حتما زیاد گرون نخواهد بود، چون میگم که بعضی تلویزیونی که میبینم این تو رفتن زیاد پولدار نیستن، بنابراین ما میتونیم بریم، ولی که شما باز پولیشه بدید اگر میتونید. چشم، اگه نمیتونید گفتن آقای همیاری بذارید، چیکار کنم؟ یعنی چجوری همیاری بذارم؟
همینجوری دارن.